وقتی جواب نگرفتیم راه من را گرفتیم و آمدیم. باز با بدبختی خودمان را به خرمشهر رسانیم. از قضا یونس محمدی نماینده خرمشهر در مجلس توی مسجد بود. نامه ای از او گرفتیم و فردا صبح با حسین به دارخوبین رفتیم. این دفعه بدون هیچ پرسجوی سر تخت عبدالله رفتیم. تخت خالی بود. از پرستاری که در حال کار بود پرسیدم مجروحی که دیروز اینجا روی این تخت بود کجاست؟ گفت شهید شد. یک دفعه دنیا روی سرم خراب شد. خیلی ناراحت شده انگار به ما شوخی وارد کرده. حسین با ناراحتی گفت خب شهید شد، جنازه‌شو چیکار کردیم؟ جنازه‌شو بدید میخوایم ببریم خرمشهر. در همین حال یکی از دکترهایی که لباس نظامی و مرتب و تمیزی پوشیده بود از کنار من رد شد. حال روز ما را که دید پرسید چی شده؟ با بغض گفتم هیچ، ما یه مجروح اینجا داشتیم که ترکش توی سرش خورده بود، حالا میگن شهید شد. دکتر پرسید اسمش چی بود؟ گفتم عبدالله معاوی. گفت معاوی؟ معاوی رو که دیروز اعزام کردیم. با شنیدن این حرف انگار دنیا رو به من دادند. با ذوق پرسیدم دکتر تو رو خدا راست میگی؟ گفت آره. برادرته؟ گفتم آره، مثل برادرم، فرقی نمی کنه. گفت بذارید من لیست اعزام رو نگاه کنم مطمئن میشم. رفت لیست را آورد و نگاه کرد. گفت بله خانم، اعزام شده به ماهشهر. جان تازه گرفتیم. از دکتر تشکر کردیم و بیرون آمدیم. نامه را دست جوان نگهبان دادیم. رفت اسلحه M1 حسین را آورد. من گفتم پس فشنگای من چی؟ گفت اونا رو پس نمیدم. گفتم یعنی چی؟ وقتی شما گفتید هرچی اسلحه و مهمات دارید تحویل بدید ما راحت بهتون دادیم. من میتونستم فشنگای توی جیبم و حتی نشون شما ندم، ولی به حرفتون اعتماد کردم. این درست نیست. این حرفا هم تأثیری روی نگهبان نداشت. بغض کردم و مجبور شدم بگویم ببینید آقا، روی اون فشنگا خون برادرم ریخته، من میخوام اونا رو یادگاری داشته باشم. این را که گفتم سرباز سرش رو پایین انداخت، کمی مکث کرد، داخل چادر شد و با فشنگا برداشت. آنها را گرفتم و غمزده راه افتادم. از وقتی که به مطب شیبانی منتقل شدیم هر وقت کار نبود به محل پخت غذا میرفتم. پخت و پز از مسجد جامعه به حیات یک بانک منتقل شده بود. برای رفتن به آنجا از مسجد جامعه به طرف شط می رفتیم. داخل کوچه می رفتیم و از در پشتی ساختمان وارد یک حیات بزرگ که قسمتی از آن مسقف بود می شدیم. خانم های مسجدی همه آنجا جمع بودند و آشپزی می کردند. مثل قبل احشامی که مردم برای تغذیه مدافعین شهر هدیه می کردند یا احشامی که توی شهر مانده و احتمال زیادی وجود داشت که در این شرایط از گرسنگی و تشنگی تلف شدند در اینجا ذبح و طبخ می شدند. مسئله شرعی استفاده از این احشام که صاحبانشان آنها را رها کرده و از شهر رفته بودند و بیشتر در اثر اصابت ترکش یا گرسنگی می مردند از مراجع سؤال شده بود. طبق حکم شرعی که داشتند از این احشام استفاده می شد تا در زمان صلح و آرامش به صاحبانشان پول پرداخت شود یا به نیت آنها صدقه بدهد. فضای کار آنجا خیلی قشنگ و سنگین بود. همه با عشق خاصی کار می‌کردند. ذکر می‌گفتند و غذا می‌خوردند و سر طبق‌ها صلوات می‌رسانند. به من هم که گاهی به آنجا می‌رفتم خیلی محبت می‌کردند. مرا به حرف می‌گرفتند و سعی می‌کردند با روحیه شادشان مرا از حس و حال شهادت بابا و علی در بین همه خانم ها
مادر خسرو که زن لاغر و تند فرزی بود بیشتر هوایم را داشت و قربان صدقه هم می داد. همیشه می گفت کاش تو دخترم بودی، کاش خدا تو را به من داده بود. من هم او را دوست داشتم. توی مسجد که بودیم مادر خسرو دیده بود که من موقع کار دستم به هر چیزی می خورد بی اختیار آهم در می آید، چون پوست دستم خیلی خشک شده ترک خورده بود. لباس ها را که تفکیک می کردیم نخ یا تکمه لباسی به زخم می گرفت و خون می آمد و دلم ریش می شد. دیگر از سوزش و خارش زخمایم آسی شده بودم. مادر خسرو به هم می گفت از دنبه این گوسفندایی که برای غذا میارن به پوست دستات بمال خوب میشه. گوسفندها را توی خیابان بغل مسجد طرف بازار صفا ذبح میکردن و لاشش را به مسجد میآوردند. یک روز وقتی قصاب لاشه را آورد جلو رفتم و گفتم بی زحمت یه تیکه از دنبه گوسفند به من بدین. به اندازه یک کف دست دنبه برید و سر چاقو زد و به طرفم گرفت. گفتم خیلی زیاده، من یه ذره میخوام. دو بند انگشت برید و دستم داد. آمدم توی درمانگاه، پشت پرده نشستم، آستینم رو بالا زدم و پشت دست و ساعدم را با چربی دنبه آغشته کردم. آنقدر دنبه را روی دستم ماساژ دادم تا پوستم نرم شد. از آن به بعد هر وقت مادر خسرو را میدیدم میگفتم خدا خیرت بده. کارهای بیرونی آشپزخانه را معمولاً مردها انجام می دادند. دیکای بزرگ را توی گاری‌های دستی می گذاشتند و لب شط می رفتند. یک نفر از پله‌های ساحل پایین می رفت و با دبه یا دیکای کوچکتر آب بر می داشت و به کسانی که بالا بودند می داد. آنها آب را توی دیکای بزرگ می ریختند. چند بار که من آنجا بودم مردها دست خالی آمدند. از قضا موقع آب برداشتن هواپیماها ساحل را گلوله باران کرده بودند. آنها هم دیکا را رها کرده و پا به فرار گذاشته بودند. توی این فاصله آب دیکا را برده بود. قیافه مردهای بیچاره که دست خالی برگشته بودند خیلی تماشایی بود. خجالت زده و شرمنده عذرخواهی می‌کردند. خانم‌ها هم صدایشان درآمد که آب که نیاوردین هیچ، دیگارم به آب دادیم؟ یکی دو بار که آب نبود من و یکی از خانم‌ها دیگها را توی فرغون گذاشتیم و لب شط رفتیم. بار اول با دیدن شط یه حالی شدم. چقدر منظره لب شط تغییر کرده بود. هواپیماهای دشمن دبه‌ها و نفتکش‌ها رو زده بودند. دکل‌های کشتی‌های غرق شده از آب بیرون مانده بود. یاد گذشته ها افتادم. همه چیز خوب و دقیق توی ذهنم حک شده بود. ساحل در دو طرف شط منظره خیلی قشنگی داشت. توی پیاده روی ساحلی دو ردیف درخت کاری شده بود. درخت ها انقدر سرسبز و پرحجم شده بودند که وقتی از میانشان میگذشتیم انگار از بین یک تونل که با پوشش گیاهی درست شده بود گذر میکردیم. صدای بوق کشتی هایی که رد می شدند یک بار دیگر به آدم یادآوری می کردند که در یک شهر بندری زندگی می کند. روزهایی که آب بالا می آمد و گل‌آلود می شد مرغ‌های دریایی هم زیاد می شدند. آنها به ماهی های سطح آب حمله می کردند و شکارشان می کردند. من بیشتر از همه چیز سنجفک های سبز رنگی را که بین نی های کنار شط وزوز می کردند دوست داشتم و نگاهشان میکردم. به خاطر هوای گرم اکثر غروب‌ها کاسب‌ها توی پیاده روی ساحل میز و صندلی میچیدند و سمبوسه، فلافل، دل و جگر و سیراب شیردان میفروختند. دستفروش‌ها بساط لوازم لوکس خارجی، لباس، اسباب‌بازی و غیره را پهن میکردند و مردمی که برای قدم زدن در هوای خنک و مطبوع لب شط آنجا میامدند خرید میکردند. یک عده سوار قایق‌ها می‌شدند. بعضی از جوان‌ها قلاب می‌انداختند. کمی دورتر ماهیگیرها توی شط تور پهن کرده و توی قایق‌هایشان به انتظار می‌نشستند.
در محدوده بندر کشتی‌های خارجی که برای تخلیه بار کنار اسکله پهلو می‌گرفتند، خصوصاً توی تاریکی شب ابهت دیگری داشتند. نور چراغ‌هایی که در سطح آب منعکس می‌شد، قشنگی بیشتری به شط می‌داد. آدم دلش می‌خواست ساعت‌ها گوشه دنج ساحل بنشیند و به همه این زیبایی‌ها نگاه کند. از پله‌های کنار ساحل پایین رفتم. این قسمت نیو درخچه نداشت و راحت‌تر می‌توانستم آب بردارم. به خاطر انفجارهای توی آب، کلی جسد ماهی و کوسه‌های پرچربی بین نیزار کنار شط جمع شده، آب بوی تفون می‌داد. پسرها می گفتند در آن قسمت ها جنازه عراقی هم دیدند. سطح آب آن روز پایین بود و آب تمیزتر و زلالتر به نظر می رسید. با این حال باز طعم خوبی نداشت. غیر از بوی زخم ماهی که در اصطلاح محلی به آن زفر می گفتیم، انگار توی آب خاک ریخته و کمی هم نفت اضافه کرده بودند. آتش‌خال هم تویش زیاد بود. روزهای قبل که آب بالا آمده و گلالود شده بود، طعم نفت و گازوئیل و روغن سیاه را به خوبی از آن حس می کردیم. روی همین حساب برای خوردن و غذا پختن قابل استفاده نبود. به همین خاطر دیگها را کنار می گذاشتند تا گلهایش تهنشین شود. بعد برگ‌ها و شاخه‌های شکسته یک درختان کنار شط را از رویش می گرفتند تا برای شستشو از این آب استفاده کنند. همانطور که در خیالات گذشته و وضعیت فعلی من غرق بودم، هواپیما ها آمدند و حاشیه شط را گلوله دادند. چند تا بمب هم توی شط افتاد و آب را متلاطم کرد. امواج مرا به قسمت عمیق شط می کشند. مجبور شدم توی حاشیه کثیف شط شیرجه بروم. هواپیما ها که رفتند، به زحمت خودم را از گل و لای روغن های سیاه بیرون کشیدم. سر تا پایم کثیف و روغنی شده بود. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها ترس دارم از شم پنجره دارد ز نگاهم خاطره ها.